هیئت شیعه جعفری عراق، مریم رجوی طاغوت‌های تاریخ سیاسی نوین ایران را به شکست خواهد کشاند. بارون اسپرما، عضو مجلس اعیان از حزب محافظه‌کار: اخیراً بعد از آشنایی با جنبش مقاومت ایران متوجه شدم آنچه من به دنبالش بودم در ابعادی بسیار وسیع و پیشرفته در جنبش مقاومت ایران در جریان است. تولیو مونتی، مسئول انجمن سوسیال لیبرال های کارلو روسلی ایتالیا: برنامه 10 ماده‌ای خانم مریم رجوی الگویی برای رهایی از دیکتاتوری در کل خاورمیانه است. دکتر امس، نماینده مجلس عوام انگلستان: جنبش مقاومت ایران با هدایت خانم مریم رجوی که زنی شجاع و قهرمان و فوق‌العاده است، خواستار برقراری یک دموکراسی مبتنی بر جدایی دین از دولت و احترام به آزادی ادیان و لغو مجازات‌های وحشیانه مانند سنگسار است که در حال حاضر تحت نام اسلام به اجرا درمی‌آید. پرتو سپیده‌دم در مقابل دیدگان ماست. ما به سوی قله‌های پیروزی پیش می‌رویم، به سوی سرزمینم ایران. و این صدای مردم ایران است که آخوندها باید بروند، باید بروند، باید بروند. هموطنان گرامی، بینندگان عزیز، از برنامه آن که می آید با شما همراه هستیم. به خاطر دارید که در برنامه های گذشته از انتخابی صحبت کردیم که از سوی مقاومت ایران کاراترین و براترین سلاح استراتژیکی برای سرنگونی آخوندهای حاکم و احراز حاکمیت ملی و مردمی توصیف شد. چند هفته بعد از اون انتخاب، در میان موج بیپایان خبرها و مقاله هایی که درباره انتخاب مریم رجوی در رسانه های جهان منتشر شد، یک روزنامه جمله جالبی نوشته بود. به این جمله نگاه کنید: روزنامه کامرشال اپیل، 29 آذر 72: خمینی که مرگش مایه تأثیر هیچ کس نیست، اکنون باید در قبر بر خود بلرزد. اما نویسنده مقاله شاید نمیتوانست پیش بینی کند که علاوه بر خمینی در قبرش، چیزی که به خود لرزید خود رژیم بجا مانده از خمینی بود. آیا میدانید نام آن لرزه در رژیم آخوندی چه بود؟ بگذارید این پرسش رو از یکی از اعضای شورای ملی مقاومت ایران بپرسید که در اون انتخاب هم خودشون شرکت داشتن. اون یک لرزه خیلی شدید بود که البته نهایتاً هم تبدیل به یک شقه بزرگ در رژیم آخوندی شد که ما به اسم سسره شدن نظام ازش یاد می‌کردیم. بعد از زهر آتش‌بس و مرگ خمینی، رژیم برای بقای خودش یه مانوری رو با رفسنجانی آغاز کرد که به اصطلاح این توهمو در سطح داخلی، در سطح اجتماع و همینطور در سطح بین المللی پراکنده بکنه که گویا این رژیم میتونه از درون خودش یک جایگزین ارائه بده. البته قدرت‌هایی هم در عرصه جهانی با مطامع سیاسی و اقتصادی برای این مانور رژیم فضای لازم رو باز کردن.
در چنین شرایطی مقاومت ایران یک تعرض تمام عیار سیاسی رو علیه رژیم آخوندی آغاز کرد. گسترش مجاهدی، گسترش تشکیلاتشون و سازمانشون و گسترش شورای ملی مقاومت ایران، افزایش فعالیت‌های بین المللی، خب همه اینها جزئی از پاتک‌های مقاومت علیه رژیم بود. اما تمام این پاتک‌ها در سال 1372 به یک تعرض، باید بگم تمام عیار و همه جانبه علیه رژیم، ارتقا پیدا کرد. این تعرض همون انتخاب خانم مریم رجوی در اجلاس شهریور ماه سال 1372 شورای ملی مقاومت به عنوان رئیس جمهور برگزیده شورا برای دوران انتقال حاکمیت به مردم ایران بود. خب شما میدونید که بعد از این انتخاب فعالیت‌های گسترده خانم رجوی رئیس جمهور برگزیده شورا در خارج و آثار و تأثیرات گسترده اون در داخل کشور چشمانداز نویدبخشی برای مردم ایران ایجاد کرد. مردم خمینی گزیده، مردمی که زیر سرکوب مستمر این رژیم ارتجاعی بودند، این انتخاب امید به برپایی یک جامعه دموکراتیک رو در مردم ایران برانگیخت. با استقرار مریم رجوی در فرانسه، دو موج دیدار و استقبال از خانم مریم رجوی، یکی در میان شخصیت‌های سیاسی و فرهنگی و هنری دنیا و دیگری در میان هموطنانمان آغاز شد. دیدارهایی که تا سال 75 مستمرن ادامه داشت و چشمها را به دیدگاه‌های درخشان مقاومت ایران خیره کرد. انتخاب شما تحول بزرگی است که بهترین و محکمترین پاسخ به قشریگری و ارتجاع محسوب می شود و برداشت کاملا دموکراتیک و پرباری را از اسلام ارائه می دهد. ششم دی ماه 1372، آقای کلوچسون. این انتخاب شورای ملی مقاومت یک اقدام بسیار با ارزش و سمبولیک و بسیار پرمعناست. این انتخاب به مردم ایران و کشورهای دیگر به خصوص جهان اسلام نشان می‌دهد رژیم خمینی که جنایاتش بیش از همه متوجه زنان است، هیچ ربطی به اسلام ندارد. مقاومت ایران اهرام بزرگی را برای به حرکت درآوردن همه آرزوها و امیدهای ایرانیان به کار انداخته. این سلاح جنبشی را در کسب حمایت برای مقاومت و مردم ایران و در محکوم کردن و طرد و افشای رژیم آخوندهای ضد بشر ایجاد کرد و به تدریج جهان شرافت و عدالت علیه بیداد آخوندی برانگیخته شد. همه آنها که با مریم رجوی ملاقات می کردند از عمق قلب متحد می شدند که به ترویج و دفاع از آرمانهای دموکراتیک مقاومت ایران بپردازند. من تمامی تلاش خودم را به کار خواهم گرفت که پیام شما را به همکارانم برسانم. به نظر من به رسمیت شناختن مقاومت به عنوان اپوزیسیون دموکراتیک رژیم خمینی حداقل کاری است که دولت‌ها باید در قبال این مقاومت انجام دهند. یکی از نقاط اوج فعالیت‌های مریم رجوی سفرش به نروژ در پاییز سال 74 بود.
سفری که اهمیت سیاسی بسیار بالا و بازتاب زیادی در رسانه‌ها یافته و به خصوص تأثیری کارساز در افشا و محکومیت و منزوی ساختن رژیم آخوندی داشت. سوم آبان 74 خانم مریم رجوی رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران به دعوت کمیته نروژی دفاع از حقوق بشر و ارزش‌های انسانی در ایران وارد اسلو پایتخت نروژ شد. در فرودگاه بین‌المللی اسلو هیئتی مرکب از شخصیت‌های برجسته اجتماعی، سیاسی و نمایندگان پارلمان نروژ از خانم رجوی استقبال کردند. در سالهای 72 تا 75 پشتیبانی ایرانیان مقیم خارج کشور از رئیس جمهور مریم رجوی که در گرد همایی های بزرگ این سالها خود را نشان می داد سران رژیم را نسبت به گسترش بی سابقه مقاومت به وحشت انداخت. خرداد ماه سال 75 سخنرانی خانم رجوی برای بزرگترین اجتماع ایرانیان در خارج کشور با شرکت 25,000 نفر در ارسپولت لندن از مظاهر برجسته اعتلاء مقاومت ایران. آخوندهای دستکی کمر به نابودی حقوق و آزادی‌های زنان بستند و حیثیت انسانی اونها رو لگدمال می کنند تا از این طریق پایه های حکومت استبدادی خودشون رو محکم کنند. اما باید خطاب به مرتجعین زن ستیز بگم که سخت در اشتباهید. شما هرگز به خواست خود نخواهید رسید. باشد که این وضعیت شما و این عاقبت شوم شما برای همه جهانیان هرچه سریع‌تر روشن بشه و اونها به چشم ببینن و شما موجب عبرت همه کسانی بشید که در فکر اسارت، سرکوب و تخمیر مردم هست. بر پنجره کوبید به کرسی در راه مگر باز چه پیغام شنیده این کیست که باز از سر بازار می آید گوهی می رش و دیوانه و از پیش رمیده آواز کنیدش در باز کنیدش خواهد که بماند یا می که نماند آواز کنیدش در باز کنیدش خواهد که بماند یا این که نماند بید که بر ما دامن به تکاند این رنگ به بازار به بازار دریده انگار که خود دانه و تاریخ خریده در این مراسم
خانم مرضیه بانوی آواز ایران با اجرای خیره کننده اپرات همبستگی یک شاهکار بزرگ هنری را ارائه داد. خانم مرضیه که در همان سال 73 در همان اولین موج‌های همبستگی ایرانیان در حمایت از مریم رجوی خود را از تهران به مقاومت رسانده بود، در 26 مرداد 73 با رئیس جمهور برگزیده مقاومت دیدار کرده بود. در آن دوران 3 ساله ملاقات ها و سخنرانی های خانم رجوی بی وقفه ادامه داشت. یک شنبه 28 آبان 74 رئیس جمهور برگزیده مقاومت از آب پیر، روحانی نامدار و محبوب ترین شخصیت فرانسه در افکار عمومی این کشور، در محل اقامت وی عیادت کرد. خرداد 1375 خانم مریم رجوی و آقای یاسر عرفات رئیس دولت فلسطین در لندن دیدار کردند. چهارشنبه 6 تیر 1375 سخنرانی خانم مریم رجوی در سمینار بین المللی نمایندگان در چرچ هاوس لندن. Regrettably, the European policy of appeasement and commercial ties with the mullahs serve the regime's interests. I believe a resolute response is the only way to speed progress towards democracy in Iran. This response requires a joint international effort and trade sanctions against the mullahs. The possibility for the success of a united international front against fundamentalism is greater than ever. حالا بگذارید ببینیم اون انتخاب که در خارج از کشور چنین جنبشی به پا کرد چه تأثیری در داخل میهنمون داشت. این سوال رو از آقای محمود عطایی بپرسیم که خودشون هم در اون انتخاب حضور داشتن. من سعادت اینو داشتم که در اون اجلاس حضور داشته باشم. باید بگم که این انتخاب همه چشم انتظاران آزادی رو به شوق آورد و برانگیخته کرد، شور و امید در میان هموطنان آزادی خواه ما ایجاد کرد و فعالیت های تبلیغی مردم و هواداران رو در حمایت از رئیس جمهور برگزیده مقاومت و انتشار پیام های ایشون افزایش داد و آتش مقاومت رو شعله‌ورتر ساخت. این رو از اونجا میشد فهمید که رژیم بعد از اون ارگان ها و سرهای سرکوبگرش رو افزایش داد. بعد از این بود که خیزش های بسیاری در شهرهای مختلف ایران به راه افتاد. 11 اسفند 1373
مسابقه مینی فوتبال بین تیم‌های کشاورز و آسمان در ورزشگاه آزادی بابل توسط 5000 نفر از تماشاگران به سرعت به صحنه یک حرکت گسترده ضد حکومتی تبدیل شد. جمعیت خشمگین با شعارهای مرگ بر خامنه‌ای و رفسنجانی و مرگ بر رژیم خونخوار به مراکز دولتی تهاجم کردند. یک ویران فعالیت‌های هواداران مقاومت در داخل کشور که فعالیت‌های سال 75 رو نشون میده، گویای افزایش شدید روحیه مقاومت مردم بعد از این انتخابه. مجموعه اعتصاب‌ها، اعتراضات، تظاهرات، درگیری‌ها و عملیات ثبت شده در سال 1375 168 فقره می‌باشد. 38 رشته اعتصاب و تظاهرات کارگری، 17 رشته حرکات اعتراضی گسترده دانش آموزان و فرهنگیان، 38 فقره اعتصابات و تظاهرات دانشجویی و دانشگاهی، 5 فقره اعتصابات و اعتراضات کارمندی، 46 رشته اعتراضهای مردمی در شهرهای مختلف، 24 فقره عملیات واحدهای مقاومت در داخل کشور. فعالیت‌های تبلیغی و اعتراضی ستاد فرماندهی داخل کشور و حرکت‌های سازمانیافته نیروهای مقاومت در سال 75 شامل سه رشته پراتیک گسترده سراسری. به مناسبت بزرگداشت سالگرد 30 خرداد در 63 شهر کشور، به مناسبت آغاز سال تحصیلی در 45 شهر در سراسر میهن، به مناسبت گرامیداشت حماسه 19 بهمن 1360 در 29 شهر ایران. رژیم در شهرهای شیراز و عراق و زنجان و مشهد و قزوین با قیام مردم روبرو شد. قیام مردم قزوین خیلی شدید و گسترده بود و نهایتاً هم رژیم جلاد آخوندی برای سرکوبی این قیام 5000 نفر از مردم رو شهید کرد. آیا این اوجگیری اعتراضات و خشم مردمی تحت تأثیر آن انتخاب بود؟ در آن زمان مقاومت ایران بر اساس نظرسنجی‌های مشخص در داخل کشور اعلام کرد با فرض وجود یک انتخابات آزاد زیر نظر ملل متحد، رئیس جمهور مقاومت بدون شک اکثریت مطلق آرا را خواهند داشت. این نظرسنجی‌ها یک بار در 30 خرداد سال 75 و یک بار هم در مهر ماه همون سال انجام شده بود. ستاد فرماندهی مجاهدین در داخل کشور در این دو دوره دو بسیج گسترده رو در 190 شهر پیش برده بود. بنابراین حتی قبل از اینکه در انتخابات ریاست جمهوری ارتجاع در سال 76 خامنه ای رفسنجانی رو از صحنه حذف کنه و سر سومی به رژیم تحمیل بشه، برای ما روشن بود که مانوری که رژیم بعد از جنگ کویت با رفسنجانی علیه مقاومت شروع کرده بود به طور کامل شکست خورده. در واقع رژیم در اثر شکست مانورهایش با رفسنجانی در مقابله با مقاومت ایران ناچار شد به خاتمی تن بده. اعلامیه شورای ملی مقاومت مهر ماه سال 75. حضور گسترده هموطنان، نیروها، شخصیت‌های دموکرات و ترقی‌خواه از ملت‌ها و کشورهای گوناگون در گرد همایی شکوهمند و بی سابقه 30 خرداد در لندن نشانگر حمایت بی‌دریغ آنان از خواست‌های تاریخی ملت ایران برای رسیدن به دموکراسی و آزادی است. این گرد همایی شکوهمند مبین پشتیبانی اکثریت مردم ایران از جایگزین دموکراتیک شورای ملی مقاومت و رئیس جمهور برگزیده آن است و از بلوغ مهمترین ابتکار سیاسی شورا و ورود آن به مرحله جدید خبر می‌دهد. اما باید دونست که رئیس جمهور برگزیده مقاومت در سالهای بعد همچنان در زمینه جلب حمایت جهانی و شناساندن ماهیت اصلاح طلبان قلابی و باز کردن چشم جهانیان به راه حل‌های مقاومت ایران همچنان به پیش میتاخت. در اون ایام تمامی دجالگری های آخوندی از یک فشار اجتماعی و سیاسی
در اثر استقبال مردم از برنامه‌های دموکراتیک رئیس جمهوری برگزیده مقاومت ناشی می‌شد. سال‌های بعد، سال‌های حمایت‌های پیاپی از مریم رجوی در رأس مقاومت ایران بود. تنها تا بهمن سال 76 بیش از 2000 نماینده در 16 پارلمان جهان، از جمله اکثریت نمایندگان پارلمان نروژ، ایتالیا، سوئیس، لوکزامبورگ، انگلیس و اکثریت نمایندگان کنگره آمریکا، گواهی دادند که حمایت از مریم رجوی، رئیس جمهور برگزیده شورای ملی مقاومت، که به عنوان سمبل وحدت مورد حمایت اکثریت مردم ایران است، به برقراری دموکراسی در ایران و صلح و ثبات در منطقه کمک می کند. ما در سالهای پس از شقه رژیم و سسره شدن آن شاهد رشد فعالیت‌های جوانان و زنان هستیم. از جمله قیام بزرگی که دانشجویان و جوانان در 18 تیر سال 78 به پا کردند. این فعال شدن فضای اعتراضی جامعه به درستی چه علتی داشت؟ پس از آنکه در روز سیاسی مقاومت و انتخاب رئیس جمهور برگزیده مقاومت شقه را به رژیم تحمیل کرد، خواسته های مردم در اثر ضعیف شدن رژیم و سسره شدن آن سرباز نمود. خواسته ها و مطالبات مردمی که از مقاومت سازمان یافته میهن خود و از پیشرفت های آن نیرو و انگیزه گرفته بودند همچون فراری سرباز کرد و زنان، جوانان و دانشجویان به اعتراض پرداختند. مهمترین اعتراضات و قیام های سال 78 عبارت بودند از تظاهرات خشمگینانه هزاران تن از مردم جنوب تهران در 22 اردیبهشت 78، شورش زندانیان خرم‌آباد و به هلاکت رساندن آخوند جلاد کشوری در 23 اردیبهشت 78، قیام بزرگ دانشجویان و مردم ایران در 18 تیر 78، تظاهرات بزرگ در ورزشگاه آزادی در 2 مهر ماه 78، درگیری گسترده مردم کرج با ماموران در 19 آبان 78، تجمع اعتراضی کارگران در 16 استان کشور در 7 دی ماه 78، تظاهرات 3000 تن از مردم سردشت با شعارهای مرگ بر خامنه‌ای در 10 دی ماه 78، قیام مردم هفتگل، تظاهرات تبریز و مردم چهاردانگی تهران در 21 دی ماه و درگیری خونین مردم مردشت با عوامل سرکوبگر نیروی انتظامی در 5 بهمن ماه 78 نمونهایی از این اعتراض ها و قیام ها بود. هموطنان عزیز، بیردگان گرامی، در برنامه آن که می آید در روزهای بعد از آثار و کارکردهای آن انتخاب تاریخی باز هم سخن خواهیم گفت. به امید دیدار در برنامه آینده. خدا نگهدار همه شما.